شماری از کودکان در شهر کندوز برای دریافت لقمه‌نانی هنوز هم دست به کارهای شاقه می‌زنند. آنان می‌گویند پس از تحول اخیر و از دست دادن بزرگان خانواده‌هایشان ناگزیرند تا دست به کارهای شاقه بزنند و از این طریق به خانواده‌هایشان نان تهیه کنند. اما مسئولان محلی اطمینان می‌دهند که به تمامی اقشار به ویژه کودکان رسیدگی خواهد شد. این کودکان که از بام تا شام در جاده های مختلف شهر کندوز مصروف انواع مختلف کارهای شاقه اند، از حکومت امارت اسلامی می خواهند تا زمینه های کاریابی و آموزش را برای آنان مساعد بسازند. آنان که سرگرم کارهای مختلف در جاده های شهر کندوز اند می گویند که یگانه نانآوران خانواده هایشان اند و حکومت کنونی باید در راستای رفع نیازمندی های آنها گام بردارد. برخی از باشندگان کندوز نیز میگویند که به دلیل ایجاد تحول در کشور، فقر مزمن، بیکاری و فرار جوانان از کشور مشکلات و چالش‌های زیادی را به بار آورده است. آنان میگویند که حکومت کنونی باید از خانواده‌های قربانیان جنگ با خبری کنند و کودکانی که مصروف کارهای شاق در جاده‌ها اند، آنان را مورد حمایت قرار دهند. البته دغه بیوزله ماشومان چې په کوڅو سړکو کې ګرځي، البته د فقر او بیوزلۍ په دغه کې وخت تیروي. زما د اوسني حکومت څخه همدا هیله چې دوی لاسنیوی شي ترڅو دوی ته امکانات برابر کړي، او یا هم خارجي موسسې په کندوز کې یا په هیواد کې فعالیت کوي، د دوی لاسنیوی وي، که د دوی سره څه د خوراکي توکي یا هم اقتصادي مرستې وشي. از سوی دیگر قاری مطیع الله روحانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کندوز، میگوید که با توجه به تغییر نظام در کشور، حکومت امارت اسلامی برنامه‌هایی را در سطوح مختلف برای اقشار مختلف جامعه روی دست دارد و ای میگوید که حکومت محلی در همکاری با نهادهای کمک رسان میکوشند تا خانواده‌های این کودکان را همکاری کنند تا چالش‌های اقتصادی آنان برطرف گردد. له تاسو نه هم ډېره مننه. لکه څنګه چې ټولو هیوادوالو ته معلوم ده، موږ تاسو په هیواد کې یو تحول راغلی ده، او اکثریت خلک داسې له فقر و مسکنت سره مخ دي. څوک ماشومان د چا بوټان رنګوي، څوک د جوماتونو مخکې ولاړ وي، څوک په سړکونو باندې ناست دي. نو دې ته موږ په کندوز ولایت کې باقاعده پروګرامونه لرو. له هغه بنسټونو نه، خیریه بنسټونو، موسسات، شرکتونه چې زموږ هیوادوالو سره مرسته کوي، له هغوی نه غوښتنه کوو چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. او موږ هم انشاءالله له خپل ولایت مقام سره او نورو نهادونو سره په ارتباط کې استو، هغوی نه غوښتنه کړې ده. حوادث دي، داسې نورې ادارې د مهاجرین دي، نور بنسټونه چې خیریه بنسټونه دي، خلکو سره، مستضعفه خلکو سره لاسنیوی کوي، کومکونه کوي، هغوی ته هم سپارښتنه کړې ده. انشاءالله هغوی به په لنډ وخت کې دغه د سړکونو په سر سې خلک ناست دي، دا ټول راټول کړي او دوی سره به مرسته وشي انشاءالله. هرچند آمار مشخصی از کودکان که مصروف کارهای شاقه در جاده های شهر کندوز اند وجود ندارد، اما در حکومت پیشین بیش از 1000 کودک روی جاده ها مصروف کار و دریافت لقمه‌نانی به خانواده هایشان بودند.